همزمان با سال روز میلاد با سعادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در شهرها و کشورهای مختلف جهان مراسم جشن شادی و سرور برپا کردند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مساجد حسینیه ها تکایا. مرکز و مؤسسات مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله سید صادق حسینی شیرازی دامازلو در شهرها و کشورهای مختلف جهان در شب و روز میلاد مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها به برگزاری مراسم جشن و سرور پرداختند بر همین اساس مراسمی در بیت آیت الله شیرازی دامازلو در شهر مقدس قوم برگزار شد این مراسم و محفل نورانی روز جمعه بیستم جمادی و ثانی 1444 قمری برابر با سوم دی ماه 1401 با حضور جمعی از علما فضلا و ارادتمندان و شیفتگان اهل بیت علیه السلام و زوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در بیت مرجعیت برگزار شد و حاضرین این روز خجسته را گرامی داشتند. همچنین مراسمی در مقر شورای عالی قرآنی شهر بامیان افغانستان از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی دامزلو در روستای شینتپه در بامیان برگزار گردید. از سخنرانان این مراسم حجت الاسلام سید حسین شاه مدیر مسئول دفتر معظم الله در بامیان بود. مرکز اهل بیت علیه مسلم در شهر ماهاجنگا در کشور ماداگاسکار از دیگر مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع نیز در این ایام شاهد برگزاری مراسم جشن و شادی بود این مراسم با حضور و زیر نظر شیخ محمد رزی و سرام وکیل آیت الله العظما شیرازی دامازلو در ماداگاسکار برپا شد گفتنی است بخش بانوان این مرکز نیز مراسم مشابهی برای بانوان شیعه برگزار کرد حوزه علمی زینبیه در منطقه سید زینب در حومه دمشق پایتخت کشور سوریه از مراکز علمی مرتبط با دفتر آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزلو نیز مراسم جشنی به همین مناسبت برگزار کرد که در آن صدها تن از علما فضلا خطبا طلاب و شیعیان اهل بیت علیهم السلام حضور یافتند در این مراسم هم ضمن چراغانی و نصب پرچمهای رنگی شیرینی و شربت توضیح شد و حاضرین به سخنرانی درباره شخصیت و زندگی نامه و سیره حضرت زهرا سلام الله علیه علیها گوش فرا و سپس مراسم مدیه سرایی نیز برگزار شد مسجد حسینی آل یاسین از مراکز دینی مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامزلو در شهر سیدنی استرالیا هم مراسم جشنی برگزار کرد در شهرها و کشورهای مختلف یمن نیز شیعیان با برگزاری مراسم جشن و شادی سال روز میلاد مبارک حضرت صدیقه طاهره را گرامی داشتند اما حرم متحر ائمه اطهار در شهرهای مختلف عراق ام از شهرهای مقدس کربلا کازمین سامرا و نجف اشرف هم با چراغانی تزئین و ایجاد فضای شادی و سرور و نیز برگزاری مراسمهای مختلف این مناسبت عظیم را گرامی داشتند علی اکبری اخبار شیعه